فریدو، فریدو. اه، چی کار میکنی؟ یعنی چی؟ اومده رو تکلیف می پول بی صاحب رو روشن کنه. خیلی خوب، ببریم تو خونه. نه نه، همینجا خوبه. بابا با این صدات اینجا بده، بیا ببریم. بابا این صدا مگه چه می داره؟ تو پولو باید بدی. نه، ببریم تو. بابا اعصاب من خورد کرد. خب برو تو. مرد حسابی، مادرتو با دو تا پیرمرد میفرستی شرکت که چی؟ بابا از کار بیکارم کردی، آواره کوچه خیابونم کردی، تازه میگی خبر نداشتی؟ خبر نداشتم جون تو، قرار بود مامانم با من بیاد. بابا چرا نیومدی؟ خب پدر خانمم سرم کلا گذاشت، منو فرستاد قنادی، بلند شد با رفیقاش اومدن اونجا. تو گفتی و منم باور کردم. من اگر خبر داشتم خودم می آوردم، میفرستادمشون تو باقالی. آقا جون تو کی میخوای دست از این خالی بندی برداری؟ من این پولو به خاطر تو هم مایی خانم گرفتم، خودم هم با دست خودم باید برمش بدم. یه قرار فرصت بده بهت میدم. حالا چرا میخندی؟ این صدات خیلی باحال. صدام چشه؟ هر دفعه با هم حرف میزنی یاد یه خواننده میفتم. کدوم خواننده؟ سرگرمی به خود زخم زدن در همه عمرم. بابا جون حالا وقت مسخره بازیه. فرصتی در کار نی. جناب عالی گفتی من از ماهی خانم قرض بگیرم بدم به شما. منم این کارو کردم. نگفتی 3 ماه برمیگردونم. 3 ماه شده؟ نه، 2 ماه و نیمه. خب 15 روز دیگه مونده دیگه، تو داری سر صدا میکنی بی خودی. واقعا تو نمیفهمی عزیز من، 6 ماه گذشته. خب 6 ماه شد. خب این پرتقالو بخور، خورده حالت بهتر. نه نمیخوام پرتقال، نمیخوام عزیز من. یا پولو میدی یا میرم هر چی هست و نیست میذارم کف دست ماهی خانم. چی میگی؟ داد نزن، حنجرت خراب میشه. یه کنسرت بذار جونه تو. چیه؟ من چه میدونم؟ کسی قرار بود بیاد؟ نه. بله، منم وا کن. سلام آقا جون، چاکرتم. آقا جون اومده. آقا جون بدبخت شدی. برای چی؟ بیا برو قایم، برو اونجا. اونجا قایم دستمو برکن. برای چی قایم شد؟ آره بیا برو قایم شو، بدبخت شد. بابا فوقش میاد همه چی رو بهش میگی. بابا اصلا بهت فرصت نمیده، میزنه میکشتت. برو مرگ من. بیا برو پشت یخچال. نه نه یخچال برای چی؟ برو برو اونور. نه بس بس بس، چرا حالا خون بالا خونم کرد؟ بیا بابا بزن کوتو بهش میگم. شو قایم شد. برو تو، برو تو، برو این تو که نمیشه برام سیل تخت. نه 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 زیاد وقت خوب. ببین صدا در بیاد کشتت. ای آقا جون این آیفون خراب شده، من یه باز شد. خب تشریف بیارین تو، بفرمایید. اکه فروختن کنترل خود تفس کن راحت آقا جون. سلام آقا جون. سلام بی سلام. تو خجالت میکشی؟ این چه حرکت اون سر سفره از خودت نشون دادی؟ من با ازدواجشون مخالفم. تو غلط کردی پسر پر رو. زهر مار. من اومدم اینجا دو کلام مرد مردونه باهات صحبت کنم. خب چرا اینجا؟ بلنش بریم یه رستوران بشینیم با هم غذا هم بخوریم. این وقت شب کجا بازه؟ این وقت شب همینجا خوبه. من اینجا با شما هیچ حرفی نهارم. چه صدایی بود؟ هیچ. چه صدایی بود؟ این چه صدایی بود؟ من نشنیدم، من چه صدایی نبودست. ببینم کسی تو این خونه هست. نه آقا جون. فریدون. ها نیست. با من رو راست باش. ها نیست کسی تو این خونه. چی شنیدیم؟ حالا من بهت میگم نیست. پس چرا دوتا لیوان اینجاست؟ یا پرتقال برای شماست یا پرتقال برای من. دونه. آه، پس شما میدونستید که من میام. من حدس میزدم. حدس میزدی؟ بله. الان حدس رو بهت نشون میدم. آقا جو از کنار. چه رنگت پریده؟ من همین رنگی هم. آقا جون دنبال چی داری میگردی؟ دنبال اون کسی که تو خونه قایمش کردی. هیچ کیو من قایم نکردم. آقا جون ببینیم تو سالون میشیم در مورد عروسی. ببین عالی، الان تو خونه ماست. خب کی تو این خونه؟ هیچ کی تو این خونه نیست آقا جون. گوش کن ببین چی دارم بهت میگم. تو نباید انقدر خودخواه باشی پسر. چیه؟ میخوام اینوری برم. بریم تو سالون. میخوام اینوری برم.
ببین غیرت و تعصب آره خیلی خوبه، ولی به وقتش. اصلا من هیچی، اگر یه نفر غیر از من بخواد از مادر تو خواستگاری کنه تو چی بهش میگی؟ میگم چشم. تو غلط میکنه بهش میگی چشم. اینجا باید به رگ غیرتت بر بخوره. آقا این انصافت، مادرت به خاطر تو شوهر نکنه، اونم با آدمی مثل من. آقا جون چرا هرس میخورین؟ اومدیم و شما پس فردا سرتون رو گذاشتین زمین مردین. زبون تو گاز بگی، خدا نکنه. خدا نکنه، ولی اگر سرتون رو گذاشتین زمین مردین، رفتین اون دنیا، اون وقت باقا جون گوش کن، اون وقت میشه دومین شوهر مادر من که مرده، پس برادر همسایه میگن ننش درخوره. انصافه. حالا که خیال مردن داره آقا جون، این همه زن با وقار و متین، برو یکیشونو بگی ننه ما رو بیخیال شو. چرا؟ به من بگو چرا؟ چرا تو مخالفی؟ بگو من قید این قضیه رو میزنم. آقا جون من گفتم، شما گوش نکردی. چی گفتی؟ آقا جون مجبورم نکن. خب بگو، بازم بگو. آقا جون متاسفانه شما مریضی، دو ماه دیگه شما واقعا میمیری. ها؟ آقا جون میمیری. چرت و پرت چیه داری میگی؟ آقا جون چرت و پرت نیست، شما دیگه وقتی برای عشق و عاشقی و ازدواج نداری، باید همه کاراتو ردیف کنی واسه اون ور. تو غلط میکنی، این حرفا رو میزنی. من خیلی هم سر حالم، سرم رو گنده. اصلا کی این حرفا رو به تو زده؟ دکترتون. دکتر؟ آره دیگه، اون شب که تصادف کرده بودین یادتونه؟ یه عکس از سرتون گرفت. آه. آه. تو همون عکسه نشون میداد به من دکتر یه تو تومور تو کلتونه، توموره دو ماه دیگه میترکه، شما فوت میکنی. یعنی سردرد من از همونه؟ بله مال همونه. یعنی من مردنیم؟ آقا جون یعنی میمیری. تو دروغ که نمیگی؟ نه آقا جون دروغم چیه، قسم میخورم به جون مادرم، به جون عالیه، به جون بچه‌م، میمیرین. توموره اینجا کلتون بوده، چرخیده اومده اون ور مغزتون، مثل زمین که دور خورشید میگرده، اونم دور مغزتون داره میچرخه، مثل زمین که به دور کره خورشید میگرده. قده شما آقا جون، آقا جون ببخشید، خودت خواستی. دیگم برام خوبه پنجره در آقا جون، آقا جون تو داری سکته میکنی. آقا جون یعنی چی جی رفتی زیر میز؟ خب مرد حسابی اگه نرفته بودم زیر میز که تو کمر پیدام کرده بود. خیلی خوب دمت گرم، برام برو. الان برو، برو الان باید بری برمیگردی. این همه موش و گربه بازی برای پول گیر. بل کن آقا، پولتو بهت میدم. من تو پولو نگیرم نمیرم دیگه. بار دیگه پول چی میشه؟ برو بیرون، برو گرگم به هوا بازی نمیرم. میبینتت، برو. فقط مراقب باش تو کوچه. آره آره بایست بایست چرا گفتم؟ شما چرا ماهی جون؟ بذاریم بقیهشو من میشورم. نه دخترم، من دارم میشورم، فقط تو برو ببین ظرفی چیزی چرک هست ورده بیار بشون. بله چشم. ببین دخترم، روزی که فریدون اومد گفت با تو خانوادت تو تخت جمشید آشنا شده، گفتم من نمیذارم بری تهران، منو تنها بذاری. اما وقتی تو رو به من نشون داد، مهرت به دلم نشست. احساس کردم میتونم این دخترم دوست داشته باشم. مایی جون باور کنی منم شما رو خیلی دوست دارم. فقط یکم بهم حق بدین دیگه. واسم سخته یه زنی دیگه جای مادرم توی خونه باشه. مخصوصا که شما مادر شوهرم هم هستی. حق داری مادر. منم جای تو بودم قبول نمی کردم. نه به خدا من منظوری ندارم. وقت از دستم ناراحت نشین. میدونم عزیزم. اما ببین، پیشنهاد ازدواج مشکلی نیست، مهم اونه که جوابش چی باشه. وقت شما چه جوابی میخواییم بدیم به آقا جون؟ من میخوام برگردم شیراز،
من دیگه به تنهایی عادت کردم. اما شما بگردین یه زن خوبی واسه باباتون پیدا کنین. عزیز آقا خیلی تنهاست، احتیاج به یه همدم داره. علی قربونتون برم من. خدا نکنه مادر. تو رو خدای وقت ناراحت نشین از دستم. من یه حرفی میزنم ولی منظوری ندارم. نه عزیزم نه. بذار من کمکتون بکنم. نه قربونت برم. خوشمو بشوری من آب میکشم. تو دیگه دستتو نزن. تو دیگه دستتو نزن من میشورم. خسته شدین. نه قربونت برم. سلام. سلام آقا جون. سلام عزیز آقا. با فریدون صحبت کردین؟ بله صحبت کردم. ببخشید من حالم خوب نیست، با دارم استراحت کنم. علی جا مای خانمو برسون خونه، امشب خیلی خستم. وا چش بود؟ نمیدونم، بهتره تو هم زنگ بزنی یه آژانس بیاد بریم خونه. بیا مادر. نکنه با فریدون دعوا شده. دعوا که نه، اما هر چی زیر سر این فریدونه. حالا بریم سوار شو. عزیز بنی آدم وصیت می کنم که بعد از مرگم فرزندانم که نشد که بهبود باید عروسی کنه، اون باید بیشتر ببره. نه که بعد از مرگم سرانگ خانم را به فرزند آخری بهبود و سدانگ دیگر را به دو فرزندم عنایت و عالیه. نه این که شد تبعیض، وقتی من ببینم خب آه و نفرین پشت سرمه. نه آخه با من نمیخوام بمیرم. آخه برام خیلی زوده. ماهی رو چیکار کنم؟ ماهی رو این وصیت را برای تو می نویسم که بعد از مرگم فریدون
سلام آقا جون. سلام آقا جون، غلط کردم، بی جا کردم صرف مفتدم. من سرشون یهو جو گرفتتم، سرشون با هر کی دوست داری ازدواج کن، فقط تو رو خدا بزن من بیام تو کافه بخوریم، خیلی سرد بیرون. کجا بودی؟ آقا جون من رفتم دم قنادی نامرد و قفلم عوض کرده بودم، پشت در موندم، تو رو خدا نذار کارتون خواب بشم، کف بخوریم. بیا بغلم جون. بیا پسرم، بیا بغلت کنم. آقا جون پولیتیکه، میخوای چکیم کنی؟ من که گفتم غلط کردم، جوونم اشتباه کردم. بیا عزیز من، بیا قربونت برم پسر من. آقا جون من نکردم، غلط کردم. یعنی من میشه دامادی تو رو ببینم؟ میشه، شما با دایی کنار بیا. من خوندم دامادی که هیچی نبی ندیده، نبیره ندیده، همه رو نشونه دودم. آقا چون چونه آقا چون بیا بیا خورم بریم تو. بیا شرم خیلی سر. بیا خیلی سر. بهشون بگه چی اومد، یعنی چی کار کن دیگه، چی اگر اون پایی نگه آگونه چی نگه بجیگم، نمیتونم آروم بگیرم. آن چی شد؟ فریدون تو از خودت خجالت نمیکشی؟ چی گفتی به آقا جون؟ من چه میدونستم، بالاخره باید دیر یا زود میفهمی. تو چه حقی داشتی با اون پیرمرد اینجوری حرف بزنی؟ رنگ به رو نداشت. ببینین من تمام سعی خودم کردم یه جوری بهش بگم هول نشه، ولی مثل که شوکه شد. نه اصلا باورم نمیشه چطور تونستی همچین کاری بکنی. خیلی سخت بود، متاسفم، مجبور بودم بگم که اوضاع از این بدتر نشه. اگه یه بلایی سر عزیز آقا بیادا هیچ وقت ازت نمیگذرم. به من چه؟ مگه من اونو گذاشتم تو سرش؟ مهم نیست که این قضیه رو انداخته تو سرش، مهم اینه که آقا جون انتخاب خودشو کرده. انداختنی نیست که، چی داری میگی؟ انتخاب نداشته آقا جون، چه میدونسته چه بلایی قرار سرش بیاد؟ چشمم روشن، حالا کارت به جای رسه به مادرت میگی بلا؟ بابا من منظورم شما نیستی، مامان اصلا در جریان نیستی شما. طفلک آقا جونم انقدر ناراحت بود یک کلمه با ما حرف نزد، رفت تو اتاق درو بست. هیچی نگفت. بعضی وقتا سکوت بدتر از هزار تا حرفه. از اون لاز خب زودتر بگی. میگم آلیا آقا جون اگر... آلیا کوفت. خدا رو شکر آقا جون خیلی مردی نگفتی. آدم ها دنیا رو دیوار میبینن، روزای آفتابی رو تار میبینن، دوست دارن یه روز بیار رها بشن، مثل شبنم از زمین جدا بشن، سایه هاشون روی دیوار، ولی پر و بالشون گرفتاره، ولی آدم ها دنیا رو دیوار میبینن، روزای آفتابی رو تار میبینن. آدم ها آی آدم های رنگارن، توی کوچه های این شهر فرن، میشه این دیوار و پشت سر گذاشت، میشه با فاصله ها کاری ندار، میشه عاشق شد و پر کشید و رفت، آن سوی فاصله ها رو دید و رفت، دو نگاه وقتی که آفتابی میشن، میرسن به هم دیگه آبی میشن،
دو نگاه، دو آرزو، دو خاطره، سه گلدونای پشت پنجره. دنیا رو آبی آبی میبینم، شب و روز و آفتابی میبینم. دنیا رو آبی آبی میبینم، شب و روز و آفتابی میبینم. فقط دوربرشو یه مقدار کوتاه کن. زیاد نمیخوام. چشم، چشم، چشم. چشم. اجازه بده. الو بفرمایید. به چطوری عزیز جان؟ چه عجب یادی از ما کردی؟ ببین محمود، همین امروز میخوام با هم بریم محضر اون سند زمینو به نامت بزنم. اتفاقی افتاده؟ نه. دیگه نمیخوام دینی به گردنم باشه. خب چه عجله‌ایه؟ میتونیم یه وقت دیگه بریم. واسه من بیخواد یه ادا در نیار. من میدونم تو از خدا ده، همین امروز سند اون زمینو بدم دستت. باشه، هر چی تو بگی. میبینمت. بله. مای خانم هست؟ امرتون. به مای خانم بگو بیا دم آیفون کارش دارم. دستش بند آقا جون، نمیتونه بیاد. ببین فریدون، من ازت خواهش میکنم، بهش بگو بیاد پایین. من از لای در یه چیزی میخوام بهش بدم. برم. چی؟ دیگه فضولیش به تو نیومده، بهش بگو بیاد پایین. باشه آقا جون. سلام آقای خانم، راستش لوب نمیشه مستقیم همه حرفامو بهتون بزنم، همشو تو این نامه براتون نوشتم، خواهش کنم اینو بخونید، جوابشو همین الان بهم بدید، من دم در واسدم منتظرتونم. مداد تو بده. بفرما. سیچینه. یه بگی. دست شما درد نکنه مایی خانوم، این حرفا واقعا از شما بعیده. باشه من رفتم. ای جدا شد که اونجاست فریدون تویی؟
آقا جون مانیه، برای چی می نویسی این کارو، برای چی میکنی؟ ببین فریدو دستم بهت برسه پشت تو میکنم. سلام عزیز آقا. سلام خانم. چی شده؟ چه نمیرین تو؟ فریدون توه. بله توه. اتفاقا داشتیم با هم گپ میزدیم. سلام مامان. سلام پچه، درو وا نمیکنی عزیز آقا؟ بیا تو. در گیر کرده. خب بهتر. ببخشید مای خانم، من چند کلمه میخواستم با شما صحبت کنم، وقتی چی داری؟ منم اتفاقا میخواستم با تو صحبت کنم. فریدون این نایلونا رو گذاشتم بیرون، در وا کن بردار. بفرمایید، خواهش میکنم. خوب دقت کن چی میگم. میری میشینی بغل دستشون هر جا رفتن، خب حرفاشون رو ضبط میکنی میای به من میگی. باشه باشه. مدرسه‌م چی میشه؟ مدرسه تو من میرم اجازهشو میگیرم. خب فقط آقا جون اگه بهت پول داد گفت برو قالیلی بخر، میگی چی؟ میگه دست درد نکنه. نه دیوانه، میگی که من همه چی بابام برام میگیره، نمیخوام. فهمیدی؟ اجا تکون نخوری پیش من چی داری؟ جایزه. آفرین. جایزه اون وقت چیه؟ جایزه حالا میگم. بودو بودو برو مواظب باشی ها. برو جلو. اگه من نگفتم که بهبود تنها بیاد؟ خب اگه میخواید الان برم. نه بی خود، شما همینجا میشینی تا من بگم. نه منظورم این که اگه میخوای بری برو، ولی با تاکسی برو که رسیدی زنگ بزنی ما رو از نگرانی در بیا، اینجوری امترم هست. پاشو برو بشین. حالا که اومدی بمون. دایی اینو بگم واسه دیشب نبودی بینی من چه کولایی که کردم. آقا همه جمع شده بودن، یکی میگفت خوبه، اون یکی هم میگفت این عالیه، این میگفت اصلا رو دست این نیست. آقا از همه و آره از ما نه. یعنی پامو من جفتش کرده بودم توی کفش، میگفتم الله بلا نه. کف کرده بودن همه، میگفتم بابا ببو تو خود میگفتی اول فلان قالو میگی، نه من میگفتم نه. کف کرده بودن همه. دادی خیلی کارو بدی کردی. مگه تو مرض داری؟ مرض داری که جلوی رسیدن دو تا قناری پیرو به هم دیگه میگیری؟ دایی مزاج میکنین الان؟ نه بابا جون، خودتون گفتین برو مخالفت کن. من کی گفتم؟ دیروز دایی جون جلو عنایت مردی گفتن، حرفی گفتن. حرف دهنتو بفهم. مردی گفتن؟ این حرفا یعنی چی؟ اصلا بله من گفتم، ولی امروز حرفمو پس میگیرم. چیه؟ آها، یعنی شما دیگه هیچ مخالفتی ندارید که عزیز آقا با ماهی خانم ازدواج کنه؟ نه چه مخالفتی دارم؟ از قدیم گفتن کسی که مرام و معرفت داشته باشه تو هیچ کار خیری مشکل به وجود نمیاره. که جفت اینا رو هم شما دارین. بله. اصلا میدونی چیه؟ من حالا که خوب فکر میکنم میبینم این عزیز و ماهی اتفاقا جفت خیلی خوبی هست. بله واقعیت تو بخواین همینم هست، ولی مشکل اینجاست که من مخالفت کردم. دایی شما کار خیلی بدی کردی. بنابراین اگر ازدواج این دوتا به خاطر مخالفت تو به هم بخوره ها، از پریسا خبری نیست. ای بابا. بابا دایی خو یه حرفی بزن، یه سازی بزن، یه ریتمی داشته باش شما بتونی باش برقصیم. آخه شما یه شو کنسف کن در بیاری. نشد واسه که آخه نگران نباش عزیز، که زنگ گرفت قول بهت میدم خودم یه خونه بگیرم، شما دوتا رو بفرستم سر خونه زندگی تو. حالا تو دایی جان شما هم حق بده من این حرفو میخوام بزنم. ما اومد این دوتا ما اوکی دادیم، دوتا با هم رسیدن. اون وقت ما اومدیم اینجا شما دبه کردین، این وسط مسئولیت ما چه شود؟ برو صرف بزن. دبه کردی یعنی چی؟ بابا جون راست میگه دیگه. اصلا من میگم شما برو یه کاغذ بیار، این چیزایی که میگه همه روش بنویس، زیرش هم امضا کن که ما خیالمون راحت شه. حالا باریکلا دختر، دست درد نکنه. یعنی به پدرت اعتماد نداری؟ نه من منظورم این نبود، ولی بابا منو بهبود این واسه خسته شدیم. شما و عزیز آقا ما رو کشتین، هر روز یه چیز میگین. هر روز چی عزیز من؟ هر ساعت، هر دقیقه. بابا دایی جون ما هم آدمی زادیم، اینقدر با ما بازی نکنیم. من قاطی کنم دیگه میزنم سیم آخر. ها میزنم سیم آخر یعنی چی؟ مثلا بزنی به سیم آخر چیکار میکنی؟ نه دایی چیز بدی نیست. سیم اول میگه دینگ، سیم آخر میگه دینگ، یعنی میرم با آجو میگم موافقم دینگ. بارک الله. بله
که باباته وگرنه وگرنه چی؟ چی باباته جکرتیم داریم زود باشه دفعاتون رو بزن دختتون داره تموم میشه مانی جون قربونت برم تو برو اونجا تاپ بخور بازی کن خب ما هم حرفامونو بزنیم دیگه نمیخوام برم ای بابا میخوای بهت پول بدم بری برای خود هر چی میخوای بخری میخوام ببین لالا عزیز آقا شما حرفاتونو بفرمایید میدونی مای خانم من آرزو میکردم زودتر شما رو دیده بودم وا ما که دفعه اول عروسی عالی جون و فریدون هم دیگر رو دیدیم آه. نه منظورم زودتر دیگه است نمیدونم چجوری بگم من هیچ وقت فکر نمیکردم بعد طلعت ولش عزیز آقا امروز نگاه کردنتون و صحبت کردنتون عوض شده از چیزی ناراحتین؟ آره از بخت و اقبالم از اینکه کارهای دنیا هیچ وقت اونجوری که آدم دلش میخواد پیش نمیره اینطور هم که فکر میکنین نیست من اتفاقا دیشب به پیشنهاد شما خیلی فکر کردم دیدم حق با شماست من و شما بچه همون رو سر و سامون دادیم جفتمونم تنهاییم حالا بیشتر رو پیشنهادتون فکر میکنم واقعا؟ بله آخه میدونین چرا؟ من و شما خیلی نقاط مشترک با هم داریم خب این که خیلی خوبه اگه شما دیروز این حرف رو به من زده بودین مطمئن باشید از خوشحالی بال در می آوردم ولی الان حیف حیف منظورتون چیه؟ اتفاقی افتاده؟ آره یه اتفاق مهم من شرمندم مای خانم از اینکه من به شما پیشنهاد ازدواج دادم پشیمونم حالا من شرمندم میخوام پیشنهادمو پس بگیرم میخوام خدا بچون آخه مادر هر چی میکشیم از دست این بابات ها بدبختمون کرد نیومدن بابات بابات مادر جان اومدین؟ سلام آره مادر سلام تو الان کجا بودین؟ با منی؟ با اینم تو مگه درس و مشق نداری تو الان کجا بودی خودت گفتی برم معظم مادر بزرگ بشم دستم درد نکنه حال دیگه واسه من بپا میفرستی من نگفتم هم چرف چی میگی خیلی ساده بدون ترس بگو ببینم چی شد اول قولی دارم دوچرخه بخری دوچرخه دوتا داری یه بستنی میگیرم این دو رنگ و اسمارتیز توش هست اول پولش بده من خودم جایزه بگیرم چی شد هیچی نشد این نمیخواد حرف بزنه خب بگو دیگه چی میگفتم بعد از این بچه رو سینجی نکنین من خودم قضیه رو براتون میگم نه این باید بدونه وقتی درس داره باید زود بیاد خونه حرف الکی نزن چشم قضیه ازدواج من و عزیز آقا منتفی شد دیگه اصلا نمیخوام حرفش هم بزنی فریدون بله حاضر شو میخوام بریم دنبال بهرام الان پس کی من از شیراز بلند شدم مدام دنبال پولم نه من لباس کونگ فو سفارش دادم با نانچیکو این تیخ پرتیا فردا میریم دنبالش یهو تو خیابون فرار میکنه تیخ رو پرت میکنی صاف وسط کمرش فردا. من فردا مسافرم بعد برگردم شیراز ای بابا حالا چرا به این زودی اگر من امروز پولمو گرفتم اگه نگرفتم از خیر پولم هم میگذرم برای اینکه دیگه اصلا میدونی صلاح نیست من اینجا بمونم آره صلاح نیست وقتی یه سری رو دست
درد نمی کنه بخیر گذشت. چی چیو بخیر گذشت؟ اصلا به نظرم یکم مشکوکه. چی مشکوکه؟ دو تا آدم عاقل سمبالا نشستن با هم صحبت کردن، دیدن به درد هم نمیخورن، اون وقت مشکوکه. تو آقا جون منو نمیشناسی، یه حرفی میزنه محال کوتاه بیار. حالا این دفعه کوتاه اومده، شادم به خوابش اومده گفته نگیر زن نگیر. کی؟ مامانم؟ آره راست میگی، طفلک مامانم، همش میترسید آقا جونم سرش هوو بیاره. همون بهتر به هم خورد. پاشو بیار. خدا بیامرزش. عجب مادر. خدا رو شکر. این که خرابه. نه بابا خراب نیست، این شارژیه، باید یه 7-8 ساعت بذاری تو برق شارژه بعد استفاده کنی. بده به خودش، نمیخوایم، لازم نداره. به دردتون میخوره. اگه آقا برق این خونه صبح تا غروبم بره اونو ما لازم ندارم، بردا برو بره خود. آخرش چند تا بود؟ بابا 4 تومنه همش. 4 تومن؟ آره. پول یک خونه ای؟ چی؟ شما این... سلام شادومان شاخ جمشا. ببین این چند میارزه؟ این هیچی. دیدی این میخواییم پول بیتیقی همش گیران فروش کنیم؟ هیچی نمیارزه؟ این چراغ که هیچی، کل دنیا به هیچ نمیارزه. در ضمن تیمور یه فکر به حال و وسایلت بکنا، ممکنه چند روز دیگه تو این خونه شلوغ بشه. من یه مخواه عروسی دو اینجا بگیری؟ عروسی نه، خط سوم، هفتم، شایدم چهلم. راستی فرخ جانه سلو خانم، دارم به شما میگم، ممکنه از این فرصت ها دیگه پیش نیاد، چند تا کارگر بگیرید دیوار بکشن، یه راه از خودتون جداگانه درست کنید. بابا دمت گرم عزیز، این کلی خرج و مخارج داره. اول باید بری شهرداری مجوزشو بگیری، بعد عوارض نوسازی، بعد تفکیک سند. ولش کن ولش کن، اصلا نمیخوام، اصلا این به عمر ما قد نمیده، همین یه دروازه 7 پشتمون بسته. ببین عزیز، یه دونه گرامافون برات پیدا کردم، آک آک با لبت بازی میکنه. بگیرمش مثلا. ببین من دنبال قبر میگردم، اگه یه سنگ قبر دست دوم تر تمیز سراخ داری من ازت میخرم. این چش شده؟ هیچی، باز حتما جواب نشده. بیچاره پیرمرد دلش شکست. حالا چرا گریه میکنی؟ نمرده که. بعد چی کار کنم؟ خب میمیره دیگه، بوی حلواشو نمیشنوی؟ مادر اومده. خدا نکنه. خب میمیره دیگه. چرا پیرمرد دلش شکسته؟ اوه آقا جون اومد. آقا جون اومد، به زنگ میزنم. به زنگ میزنم. سلام آقا جون. سلام ببوجو. آقا جون کجا رفته بودی؟ ما دلمون هزار راه رفت، سیر و سرکه داشت میجوشی. داشتم پرسه میزدم. آخه حسن شما گذشته دیگه. ببین بهبود، همین الان زنگ بزن به پیزای سر کوچه بگو دو تا مخصوص بیاره شام امشب مهمونه منی. پیزا برای چی آقا جون؟ املت درست میکنم وسط باقلوا، با پیاز میزنیم مرگ، خوش چیلی مش چی. ببین گفتم پیتزا، از امشب دوست دارم هر چی دلم میخواد بخورم. نوشه جونت آقا جون، تا کورش نتونه اون ببینه. فقط این پیتزای تا حالا 2-3 بار اومده دم در شما به جای انام چک و لغت تحویلش دادینا، فکر نمیکنم غذا بیاره واسمون. خب بهش بگو خسارتو دوبارشو بهش میدم. من نمیخوام مدیون کسی باشم، من دوست دارم همه حلالم کنن، دوستم داشته باشم. خب خوبه که آقا جون، شما خودت خوبی؟ بهبود. چی شد آقا جون؟ با مای خانم به هم زدم. ازدواج بی ازدواج. خب خوبه که آقا جون. بابا چی بود این فریدون لگن؟ ما اصلا رو نمیشه بمیگیم داداش، بچه من خودم میگرم این خوبشو واسه پیدا میکنم. نه فکر نمیکنم عمرم به این حرفا قد بده، فقط اگه خدا بخواد، اگه بتونم، ای خدا بساط عروسی تو و پریسا رو را بندازم. دست شما در نکنه آقا جون، زحمت میکشین. بهبود جون خدا کنه بی حرف پیش، انشالله تا آخر این هفته تو دوماد بشی. غلامم. آقا جون دست شما درد نکنه. واقعا نگفتی دیگه. دست شما درد نکنه. حالا به جای این حرفا یه زنگ بزن آلیه و عنایت، بعد شام بیان اینجا. شش. کار مهمی باشون دارم. شش. اینم آلیه و عنایت. ببین بهبود جونم، آقا جون بهشون بگو
خودشون دوتا تنها بیانا، بی فریدون و سوسن، میخوام هر ستایی دون باشه.